آقای صارمی فرشاد خیلی جای دنیا این اتفاق بیفته، اما اینکه اینجوری پاش به رسانه ها باز شه، اینجوری که عنوان بشه یک دستاوردی، مثلا با موتور پراید هلیکوپتر ساختن که یک متر هم پریده، یا اینکه خط تولید لامبورگینی رو بگن راه بیفته از کسی که حالا وزیر هم شده، چیزای عادی نیست. چرا به این شکله؟ بله ببینید، مثلا همین مسئله هلیکوپتر رو توجه بفرمایید. هر چند سال یک بار ما شاهد این هستیم که در خبرها شنیدیم که یک ایرانی هلیکوپتر رو از اول ابداع کرده. البته پیشرفت باید از یه جایی شروع بشه، ولی ما نمیدونیم که چرا همیشه باید شاهد این سطح اول پیشرفت باشیم و بقیه سطوح این هلیکوپترها چی میشن. الان با موتور پراید بوده، چند سال پیش با موتور پیکان بوده، با بدنه کامپوزیتی بوده. در دهه 1360 من یادمه که برنامه دیدنی ها نشون داد که هلیکوپتر با موتور جیان مهاری ساخته شده. اما واقعیت اینه که اینها در حقیقت یک حرکت علمی هماهنگ رو به جلو در کشور نیست. البته تا وقتی این مسائل به این صورت مطرح میشه به صورت شوخی در محیط عمومیه، اما گاهی وقتها این مسئله شبه علمی جنبه جدیتری هم پیدا میکنه، جایی که با جون مردم در تماس. من یه مثال بزنم، مثلا راهنمایی رانندگی یه در حقیقت مجموعه فعالیت هایی که به شاخه های مختلف علم و تکنولوژی ربط داره و کسی که این مسئله رو مدیریت میکنه قاعدتا باید شناخت خوبی از این مسئله داشته باشه. سردار هادیانفر چند وقت پیش گفتیش که ما در پاسگاهمون در کرج 6 تا خودروی سمند آبسوز داریم. یعنی اینجا شما متوجه میشید که کسایی که در این جایگاه نشستن چه نگاهی به علم و تکنولوژی دارن، یا فرمانده نیروی دریایی سپاه وقتی شما توجه بکنید زبان بدن سردار خدوی وقتی داره از کوانتوم مکانیکس و محی الدین عربی صحبت میکنه، یا سردار سلامی وقتی که دستگاه مستعان داره افتتاح میشه، یا خامنه ای وقتی که در مورد در ویروس و ژنتیک ایرانی و واکسن که FDA سرتیفیکیت داره صحبت میکنه. ببینید امثال علایالدین جاسمی زرگانی، مبده ماشین خودروی آبسوز در همه جای دنیا وجود دارن. آدام ترامبی رو در دوران بوش پدر بردن کنگره و در مورد ماشین انرژی ابدی صحبت کرد، یا کامبیز گلشنی دستگاه مستعان رو از روی مدل جیمز مک‌کورمک ابداع کرده بود، اما تو ارتش آمریکا یا انگلیس از این دستگاه استفاده نمی‌کنن. امثال علی کرمی در آمریکا هم وجود داره، ولادیمیر زلنکو هم چنین ادعاهایی می‌کنه، اما ادعاهاش از زبان دکتر فاوچی خارج نمیشه، اونطوری که ما می‌بینیم که ادعاهای مثلا دکتر علی کرمی از زبان دکتر مینو مهرس خارج میشه. سیستم ایران و در حقیقت اون چیزی که در جمهوری اسلامی وجود داره میتره چنین ساختاری رو. نمونه های مشابه هم داشته، هم در دوره ماو، هم در دوره استالین، و که مشروع به لیسنکو افیر که نشون میده دیکتاتورها چجوری با در حقیقت علم و تکنولوژی تعامل داشتن و خرج های آنچنانی و بودجه هایی که الان هم بهشون تعلق میگه. سپاسگزارم از شما مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجاین کانادا، با ما همراه بودید.